خب بریم برای درست کردن سالاد سزار. اولین کاری که میکنیم نون سزار یکی از مهمترین قسمت هاست که خیلی 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 مهمه که ما نونمون رو برشته حتی اگه فر نداریم روی گاز این کار رو انجام بدیم و به سرانجام برسونیم. آماده نمیشه خرید؟ میشه خرید. مثل شما تنبل باشیم همه کار میشه کرد. خب ببین من نونامو به 4 قسمت خوردشون میکنم. البته که اون کناراش هم حیفه میتونیم استفاده کنیم ولی هیچ ایرادی نداره برای زیبایی. میتونیم هم مثل امیر جان نوش جان بفرمایید. اضافه میکنیم به تابه. بسیر اضافه میکنم. جعفری اضافه میکنم. روغن زیتون میارم روی شعله. شما میتونید همین کار رو انجام بدید و به جای روی گاز بذارید داخل فر تا زمان طلایی شدنش که با 200 درجه سانتیگراد 10 دقیقه زمان میبره، یا روی گاز به همین شکل تا زمان برشته و طلایی شدن نونه. خب نونمون به این رنگ که رسید و برشته شد کاملا زمان برداشتنشه. بریم سراغ درست کردن سالادمون. اینجا رو شما انجام میدید من انجام شما انجام میدید شما پس چی کاری؟ منم خب نگاه میکنم یاد میگیرم نظارت میکنم. خسته نباشید. نکته که وجود داره از کاهوی رسمی باید استفاده کنیم. سعی کنیم از قسمت زرد رنگ و قسمت کوچیکترش استفاده کنیم. نیازی به بری زدن نیست، درست اصالتش همین شکله. حالا اگه دوست داشتیم توی خونه و خانواده بودید و خواستید راحت میل کنید به همین شکل 3 برش بزنید کافیشه. بریم سراغ درست اضافه کردن. شما دوست دارید خرد کنی؟ باش بچه. سس هم توی پست بعدی ببینید نحوه درست کردنشو، هم سس و هم مرغ سوخاری روشو. بریم سراغ چیدمان و چیدنش داخل ظرفی که میخواییم پیش خوردش کنیم. اصالتش اینه. چی میگن؟ راحت و زنگون میخوام. یعنی برای خوردنش هم حال نداری نه؟ نه اونجوری بالتره. اگر هم خواستید خوردش کنید قبلش این کار انجام بدید. الان این کار اشتباهی ولی به خاطر امیر آقا چشم بفهم. آره چی بال شد؟ خب حالا موقع چیدن نوناشه. نوناش هم به همین شکل نونای سیرمون اضافه میکنیم. پنیر پارمیزان یه مقدار اضافه میشه تا بریم سراغ اضافه کردن مرغ. خب بریم سراغ چیدنش. من برای اینکه حیف نشه این پنیره. این سالمه دیگه این غذا، چاخ که نمیکنه مثلا. یه مقدار اگه ورزش کنی نه. حالا پنیر پارمیزان اگر به این شکل ورقه ایش هم پیدا کردید یعنی این رو محشر میکنه. این دوستان استاد خارجیشو گرفته. حالا شما هم ایرانیش هم بسنده کنید هیچ ایرادی نداره. این دیگه به خاطر اینکه طعم و اصالت واقعیش رو حفظ کنید. ولی خب پنیر پارمیزان خودمون هم هیچ ایرادی نداره. با دستش نیست. نه دیگه چند وقت نداریم. بزن. از مرغش هم شروع کرد. تو اون برای من بودا. بزن. جاتون خواهی. بدون اقراق خیلی خوشمزه است. حتما توی خونه درست کنین. حتما.